رهایی زن، برنامه از سازمان رهایی زن. با سلام های بسیار گرم خدمت بینندگان عزیز برنامه رهایی زن، امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشتید و آماده دیدن برنامه امشب هم هستید. مین همتی هستم و برنامه رهایی زن را از طریق کانال یک تقدیم حضورتون میکنم. لطف کنید ساعت و بازپخش برنامه رهایی زن رو به علاقمندان برنامه و به طور ویژه به فعالین حقوق زنان اطلاع بدید. چنانچه به ماهواره دسترسی ندارید میتونید مستقیما برنامه را از طریق خود کانال یک وبسایت کانال یک نظاره‌گر باشید. عزیزانی که در هفته گذشته با ما تماس گرفتید، از طریق پیامگیر پیام گذاشتید، اخبار گزارش، مطالبی که به دست ما میرسونید، اظهار نظرهایی که میکنید، بسیار سپاسگزار هستیم. حتما اونچه رو که ما بتونیم در چارچوب و قالب برنامه های رهایی زن استفاده کنیم، استفاده خواهیم کرد. در غیر این صورت به رسانه‌های خبری ارسال خواهیم کرد. از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار سپاسگزار هستیم. کماکان با ما در ارتباط باشید. در ادوار تاریخی گذشته، جنایات حکومت‌های خودکامه توسط تاریخ نگاران مستقل به رشته تحریر در می‌آمد تا روایت حکم تنها مرجع بازنگری به وقایع نباشه. آنچه تاریخ نگاری معاصر رو برتری می‌بخشه وجود صنعت فیلم و پدیده‌ای به نام مستندسازی است. البته قدرت های حاکم در این عرصه از تاریخ نگاری نفوذ کرده و روایت خود را از تصویر وقایع به خورد مردم میده تا حقیقت پنهان بمونه و حکومت های زر و زور و تصویر تداوم یابند. حکومت اسلامی از بدو تولدش در این زمینه فعالیت های سیستماتیکی رو سازمان داده. هرچند دم خروس از لابلای پروپاگاندای حکومت مذهبی استثمارگر ورون زده و از تعداد باورمندان به تزویر حکومت کاسته میشه، اما برای تسریع این روند نقش و جایگاه مستندسازان مستقل و مردمی در این برهه زمان بسیار برجسته است. در طی دو دهه فعالیت برنامه تلویزیون رهایی زن در کانال یک، افتخار آشنایی و همراهی با مستندسازان مستقل و مردمی به ویژه یوسف اکرمی را داشتم. اولین بار در سال 2005 از همین کانال یک مستند چند نمای ساده ساخته یوسف اکرمی که پژواک دادخواهی زندانیان سیاسی دهه 60 بود و از جنایات حکومت اسلامی که در پشت دیوارهای زندان و بدور از چشم مردم ایران و جهان گذشت رو پرده برداشت که از استودیو کانال یک برای شما بینندگان پخش کردیم. با فاجعه مشک زدن سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشتار تمامی خدمه و سرنشینان پرواز 752 از کودک و زن و مرد کهنسال و جوان، جهانیان شاهد نمونه بارز انکار حاکمان و تلاش دستگاه پروپاگاند حکومت اسلامی برای سرپوش گذاردن بر این جنایت آشکار و پخش داستانهای جعلی بودند. دیر نپایید که ویدیوهای شهروند خبرنگاران نوک کوه یخ فریبکاری رژیم اسلامی رو نمایان کرد و از آنجایی که هر سانحه هوایی پای بازرسان فنی بین المللی رو به پرونده باز میکنه، کم کم تمامی مشت رژیم سراپا زر و زور و تزویر برملا شد و جهانیان به درستی فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی رو مسئول شلیک هر گلوله و مشک توسط نیروهای تحت فرمانش محسوب کردند. به خصوص که اجازه پرواز به این هواپیمای غیر نظامی نیز توسط خود مقامات شلیک کننده مشک صادر شده.
به سرعت خانواده ها و بازماندگان قربانیان این جنایت فجیع به حقیقت یابی و دادخواهی روی آوردند. در همین جا دیگر بار صمیمانه ترین همدردی و همدلی خود را با بازماندگان پرواز 752 ابراز می داریم، از دادخواهیشان حمایت می کنیم. توجهتون رو به مستند شکسته در باد، فیلمی از یوسف اکرمی جلب می کنم. ضمن تسلیت مجدد به بازماندگان و شاهین مقدم که خاطره عزیزانش شکیبا، فقاهتی و راستین مقدم رو با حضور در این مستند برای جهانیان جاودانه کرد، سپاسگزاریم. با سپاس مجدد از یوسف اکرمی که این فیلم ارزشمند رو برای پخش از کانال یک در اختیار ما گذاشتن. با هم از طریق این فیلم به همدلی با بازماندگان این جنایت نزدیکتر و در دادخواهی آنها سهیم شویم. من تا چند دقیقه قبل ترش داشتیم با شکیبا صحبت میکردم. راستین یه بازی جدیدی گرفته بود تهران، اسمش هم گذاشته و اسمش بود کودتا. همونجا تو فرودگاه داشت به من توضیح میداد که با عشق و نمیدونم با خیلی هیجان که میخوام زود بیام اونجا اینو بهت یاد بدم با هم بازی کنیم، خیلی باحاله. نمیدونم با همون صدای کودکی و لهجه این صحبت انگلیسی فارسی تا رسید به وقتی که شکیبا گفتش که خدا رو بخواد مثل اینکه بعد 2 ساعت معطلی داریم میریم دیگه، که خداحافظی کردن و گفتن که میرسیم 2 ساعت 3 ساعت دیگه کیف، اونجا دوباره تماس میگیریم. خب منم نشستم باز خودم یه چند دقیقه داشتم فکر میکردم که برم یه پیتزا یه چیزی سر کوچه بگیرم و بیام تا اون رو بخورم، یه فیلمی هم نگاه کنم. بچه ها رسیدن، ولی خب واقعا کی فکرشو میکرد که این پرواز آخر بخواد باشه. We first learned that it was a missile that took down a Ukrainian airliner over Iran because of this video showing the moment of impact. All 176 people on board were killed. Breaking news out of Iran, an air disaster that has killed 63 Canadians, one of the worst ever for the loss of Canadian lives. And we have comprehensive coverage of that for you. Kiev, it took off from Tehran's main airport early this morning. Now we know it climbed for just 2 minutes. We begin with the breaking news of a Ukrainian passenger plane has crashed.
being attacked. وقتی بهم زنگ زدن صحبت چی بود؟ صحبت باور میکنی اصلا یادم نمیاد، یعنی اون لحظه، ولی فقط گفتن که یه هواپیمایی سقوط کرده. بعدم گفتم چه هواپیمایی های همچین چیزی؟ گفتن یه هواپیمای اوکراینی بوده مثل که. بعد خسرو میگفتش که بعد برای ما هواپیمای بچه ها نبوده حتما. گفتم بابا خسرو فقط یه پرواز رفته، همه کنسل شدن دیگه. چون که دیدم تلویزیون هم زد، وقتی یه نوشت که همه سرنشین ها مردن، دیگه من نفهمیدم. بعد نمیدونم چند وقت بود، فکر کنم یه دو ساعت. تو را به حال اومدم، دیدم شلوغه اینجا، کلی از دوستامون اومده بودن. شاین باید مثل کوه وایسی ها، پرامیس کردی ها، پرامیس. شو یور فینگر، شو می. ما فردا اینجاییم، نه به خاطر از دست دادن، به خاطر فقط یادگاریه، به خاطر اینکه یه کوهی بود پشت همه ماها و همه دوست ما. عشقش با همه بود، عاشق همه بود. تموم شد، هر کی اومد ممنون، هر کی نیومد خیلی ممنون. جاش خالی. تموم. نگاه کنیم اینجا، یه خونه، اینجا خونه یه کسیه که با عشق آجر با آجر رفت بالا. اگه کسی رو میتونی پیدا بکنیم که آجر با آجر بره بالا با شوهرش، بیاییم با من صحبت کنیم. اینه ناراحتی همجوری یکی همه میگن که کم کم بهتر میشه و خوب میشه و نمیدونم، خدا صبر بده، زمان حل میکنه، ولی واقعیتش اینجوری نیست راستش. یعنی من فکر نمی کنم اینجوری باشه. هیچ کس دیگر به جز ما حق ندارد از آبش بخورد. این کجا شبیه زست؟ این خس، مامی خس. خب حالا بقیه شو بخوی، یه ذرم صدا نیزم. خب بگو. گنجشکه
بخون مامی دیگه، حالا بخون. گنجشکه اوی استثنا خواست این خیس مامی خیس. خب حالا بقیه تو بخون یه ذرم صدا صدا خب بگو بگو برنامه این بود که ما یک بوئینگ 737 سری 800 رو انتخاب میکنیم و اون رو دوتا بودن در اون روز، یکی هواپیمای قطری بود به مقصد هنگ کنگ و دیگری هواپیمای اوکراینی بود به سمت شمال. تنها پروازی که تقریبا 99% مسافرها اصلیتا ایرانی بودند. خب این یه حسنی داشت، خب تبعات بین‌المللی کمتری داشت و اینها از این هواپیما با 29 تا بچه و اکثریت زن به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن با این طرح و هدف که ما این هواپیما رو میزنیم و میگیم که آمریکا زده، چون منتظر حمله آمریکا بودن و ما اگر که آمریکا حمله نکرد این رو رفتش میدیم به سانحه و همین کارم کردن در سه روز اول تا اینکه فیلمای مدارو بسته و فیلمای مردم اومد بالا و بعد هم آمریکا خب و بعد هم جاستین ترودو اعلام کرد که شلیک دوتا موشک باعث شده که در واقع این هواپیما سقوط بکنه و کلن داستان رو عوض کرد. خب این رژیم جمهوری اسلامی تصورش بر این بود که با شلیک و از بین بردن این هواپیما جلوی یک جنگی رو خواهد گرفت، ولی در واقع این یک جور جنایت جنگی است، این جنایت علیه بشریت است. حتی در قوانین سازمان ملل حق گرفتن حق زندگی یک انسان محکوم است و اینها با قساوت تمام این جنایت رو انجام دادن، یعنی بدون کوچکترین رحمی 29 تا بچه رو کشتن، حدود 120 تا زن رو کشتن و واقعا اصلا یک جنایتی بی‌بدیل بود. اصلا همچین چیزی واقعا سابقه نداشت که یک هواپیمایی رو با مسافرهای خودی یک کشور خودش بزنه و این بدترین نوع جنایت بود در تاریخ. واقعا اینها خیلی مظلوم رفتن. جرمی که اینها داشتن فقط خرید یک بلیت بود، یک بلیت برای برگشت به خانه، ولی واقعا شد آخرین سفر یک سفر بدون برگشت.
گل گلدون من شکسته در باغ، تو بیا تا دلم نکرده فریاد. گل شب بودی که شب بونه میده، کی گل شب برو از شاخ چیده. گوشه آسمون پر رنگین کمون، من مثل تاریکی تو مثل مهتاب. اگه با دستر زلف تو نگذره، من میرم گم میشم تو جنگل خواب. گل گلدون من، ماه ایبون من، از تو تنها شدم چو ماهی از آب. گل هر آرزو رفته از رنگ و بو، من شدم رومه دلم یه مور. واقعا فاجعه‌ای بود که هر لحظه که فکر میکنم که اینها اومدن 176 نفر رو کشتن و 3 روز هم دروغ گفتن، اصلا هیچ کلمه‌ای برای اینها نمیشه استفاده کرد، هیچ کلمه‌ای. چون من عقیده دارم هر لغتی استفاده بکنی، هر ناسزایی بگی، یه خصلت انسانیه. اینها اصلا انسان نیستند و واقعا کشتن این بچه ها، این راستین. راستین هنوز پاهاش به زمین نمیرسید، انقدر کوچولو بود. نه دستاش درست به پیانو میرسید، نه پاهاش به زمین. خلاصه داستانی بود وقتی پیانو رو شروع کرد. هنوز باور میکنی؟ میگم همونجور که گفتم، خیلی هم شاید میخندن، ولی من هنوز که هنوز میشنوم ملودی ها رو، صدا ها رو. خب یه سال و نیم الان از این ماجرا یه خورده کمتر، یه خورده بیشتر میگذره، ولی من هنوز این قدرت رو پیدا نکردم که بخوام برم تو اتاق راستی. پرسیدی چرا؟ نمیدونم، میترسم. یه حس و حال دیگه ای داره و انگار که خوردت میکنه از این که برم تو اون اتاق، اون لگوهای راستین رو ببینم و اون در واقع خاطرات رو دوباره میاد جلو چشم.
این گلدون موهای شکیباس همینجوری موهاش قرمزی میزن، هر وقت رد میشم از اینجا میخوره به هم، یه حس خیلی خوبی داره. اینو هم باشگاهی هاش نمیشن آوردن، پس این 4 بار مسابقه تکواندو شرکت کرد، یه دونه طلا گرفت تو تورنتو، 2 تا نقره گرفت با یه برنز. عینکای شناش بود. Is it owl? Yeah. It's like an owl. An owl man. Looks nice. Oh, really looks nice. سنگینی و دردمندی این که من در واقع جسد و بدنی هم ندیدم و نگرفتم، خودش یه قسمت دیگه ای داستانه و خودش یه جنایت و ظلم از نظر من به حساب میاد. خب ما زمان در واقع دفن فقط 2 تا کیسه وکیوم شده تحویل گرفتیم که البته من دستم که زدم چیزی داخلش نبود، فکر میکنم که با پنبه و پارچه و این چیزا داخلش رو پر کرده بودم. به هر حال تقریبا فکر میکنم بالای 95% از افراد جسدی ندیدن و فقط برخی اون هم قسمت هایی رو از عزیزارشون دیدن، مثلا
قسمتی از دست، قسمتی از پا یا قسمتی از بدن که حالا لباسی به تنش بود و قابل شناسایی بود. شاید هم چند موردی خاص هم بدن سالم بود. ولی در کل حتی این هم برای من سوال هست که در قبرها چی هست؟ و این خودش یک جنایت بزرگه که معلوم نشه شما بدونی که آیا در این مدفن راستینه یا شکیباس یا کسی دیگه ای هم، یا اصلا یا داخلشون اجزای بدن هست یا خیر. بعد از این ماجرا من یک درخت بید مجنون به یاد شکیبا کاشتم و یه درخت گیلاس هم برای راستین، در واقع در پای همون سنگایی که خودشون در واقع کاشته بودن. این تنها چیزی بود که در واقع من تو ذهنم برای خودم ساختم به عنوان یاد بود، وگرنه جسد و بدنی در کار نیست، تنها همین دو درخته و اون دو سنگی که در واقع پاشون به یاد بود گذاشتم. گل گلدون من شکسته در بند، تو بیا تا دلم نکرده فریاد، گل شب بودی که شب تو نمیده، کی گل شب برو از شاخ چیده. خواسته من از دولت کانادا در ابتدا این هست که پلیس امنیت یا همون RCMP فوراً تحقیقات کیفری و شکایت کیفری علیه جمهوری اسلامی و نامبردگان رو در دادگاه فدرال کانادا آغاز بکنه. و بعد از دولت کانادا مصرانه میخوام که با تمام کوتاهی‌هایی که تا به امروز داشته و تمام بازی‌های سیاسی رو که شکل داده سریعاً در واقع اعاده دعوا بکنه در اینترنشنال کریمینال کورت یا همون ICC، که البته آقایون مرتب از ICJ یا همون اینترنشنال کورت آف جاستیس صحبت میکنن که این اصلاً خواسته من و خیلی دیگر از خانواده ها نیست. البته من معتقدم که عدالت واقعی و دادخواهی فقط در یک صورت سرانجام خواهد داشت و اون هم سرنگونی این حکومت جنایتکار هست.
به دلیل اینکه باور دارم در صورت در واقع تصویب شدیدترین احکام در دادگاه های بین المللی همچنان دسترسی به آقایون برای اجرای اون حکم و دسترسی به عدالت غیر ممکن است. و باعث و بانی این جنایت و همه جنایت هایی که بوده، جنایت های سال 67، دهه 70، آبان، سال 88 و همین هواپیما، من به شخص علی خامنه ای رو مسئول میدونم و بعد به سلسله مراتب فرماندهی سپاه و دستورهایی که داده شد تا از لحظه شلیک موشک. به هر حال عقیده دارم که این حکومت دیکتاتوری، به خصوص وقتی که دیکتاتوری مذهبی باشه، بدشکلترین و جنایت پیشه ترین نوع حکومته. این عقیده شخصی من هست و ایشون به زودی بایستی پاسخگو این جنایت باشه، به خصوص در مورد هواپیما که مربوط به من میشه. بینندگان عزیز برنامه رهایی زن، به انتهای برنامه امشب رسیدیم. با سپاس فراوان از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. به همراه عزیزانم در اتاق فرمان و به همراه اسد کوشا شب و روز خوشی براتون آرزو میکنم. فراموشم نکنید که لینک این برنامه که حاوی کل فیلم هم هست برای خود آرشیو وبسایت کانال یک موجوده. لطف کنید دست به دست بگردانید و در اختیار عزیزان و تمامی کسانی که در این دادخواهی سهیم من قرار بدید. رهایی زن، برنامه‌ای از سازمان رهایی زن.